دوستان گرامی، عرض سلام، ادب و محبت بیپایان دارم خدمت یکایک شما هموطنای عزیز و گلی که در هر کجای دنیا هستین. آرزو دارم به صحت سلامت باشین، جور و خوش آرام باشین. امید است که هفته بسیار خوبی را سپری کرده باشین. روزها، ماها و هفته‌های خوبی در انتظارتان باشه و به امید آرزو پروگرام تلویزیون افغانستان مسجی از لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون آریانا افغانستان خدمت شما تقدیم میکنم. بیننده عزیز، امروز برنامه بسیار بسیار جالبه برای شما داریم، اما پیش ازی که بریم به محتویات پروگرام امروز خدمت شما عرض کنم که در هفته آینده یک مصاحبه مختصری داریم با یکی از قماندانای حزب وحدت به نام علی خان خنجری. اگر کسی این قماندان را میشناسه خواهش میکنم که امروز به تماس شوند که من معلومات از اینا راجع به این قماندان داشته باشم. بینندگان عزیز، وقوع زلزله شدیدی که در هیتی به یعنی به وقوع پیوست به هزارها نفر به کام مرگ رفت. شدت زلزله تقریبا در حدود 7.0 بود و در ظرف 37 ثانیه چی یک فاجعه به بار آمد که خانه ها ویران شد، یعنی سرک ها بند شد، آب قطع شده. کدام پرابلم است خیلی جد؟ ببخشید. حتی قصر ریاست جمهوری یعنی صدمه دید و ایران شد و بر مردم، بر کمک مردم هیتی امریکا در حدود 100 میلیون دلار کمک کرد، همچنان استرالیا، آلمان، فرانسه، انگلستان. اما یک چیزی که برای من بسیار زیاد جالب بود که یعنی در این هفته از روز که این زلزله شده، شما اگر CNN ببینید که تمام پروگرام های CNN به خاطر این زلزله است، چون یک فاجعه بشری شده و اینا پول جمع میکنن که روان کنند برای از این مردم بیچاره که البته هیتی هم یک مملکت بسیار زیاد غریب است. ما یکی از ممالک عربی را، امی عربای پولداری که در عربستان سعودی هستند، والا ما یکی از اینا دمی سینه نشیدم که یک دلار اینا برای امی زلزله که در هیتی شد و امی فاجعه که در هیتی شد و هم به خشم و قهر طبیعت اینا کمک کرده باشند. اما بله، عربای که بسیار زیاد پولدار هستند، اینا بر تروریست ها کمک میکنن، برای اشخاصی که در افغانستان برن و مردم بیگناه رو بکشن. بیننده عزیز، این خشم طبیعت ما و شما همگی به چشم خود دیدیم که در این دنیا، یعنی شما ببینید که در ظرف 38 ثانیه انسان، یک درسی است برای همه دنیا، برای همگی انسانایی که در هر گوشه و کنار دنیا هستن، یک درس است که در ظرف 30 ثانیه یا 37 ثانیه یک مملکت چطور برباد شد، به 100,000 نفر کشته شد، خانه ها و ایران شد، شفاخانه ها، سرک ها، و این یک فاجعه است که این میتونه سر هر کدام ما و شما، سر هر مملکت بیاد. خب میریم امروز به پروگرام امروز ما که البته ما یک پروگرام بسیار جالب دارم، مخصوصا برای اشخاصی که بزنسمن هستن یا آرزو دارن که بزنس داشته باشن اما پول ندارن. این پروگرام برای اونا بسیار زیاد جالب خواهد بود. بیننده عزیز، مملکت ما یک مملکت فقیر است، یک مملکت نادار است. امروز دشمن درجه اول مردم افغانستان با خدا که طالب نیست، امروز دشمن درجه یک مردم افغانستان فقر است، ناداری است، بیکاری است. چنانچه که میگن در حدود 60 میگن که 40% مردم افغانستان بیکار است، مگر من فکر نمی کنم که 40%، من فکر می کنم که زیادتر از او مردم افغانستان بیکار است. چی کار صورت بگیره که مردم خودکفا شود و امی افغانای متخصص، افغانای موفقی که در امریکا، در هر کجای دنیا که هستن، اینا باید همگی زیر یک سطر، زیر یک خیمه یک جای شون و اینا افغانستان خود افغانا باید بسازن، تا که افغانستان افغان نسازه با خدا که امسایه یا امریکا یا اروپا رفتن مثل اینکه که خانه ما و ایران شوه یا خانه ما یک پارتی داشته باشم و برای پاک کردن پارتیم از امسایه هایم تقاضا کنم که بیاین خانه مرا پاک کنن. نه، من خودم باید خانه مرا پاک کنم. همون که میگن که یک نفر مایی برش نته، برای یک نفر مایی گرفتنه. یاد بده که او خودکفا شوه. سالهای قبل در بنگلادش یک اقتصاددان بود به نام دکتر یونس. دکتر یونس پروگرام قرضای کوچک مایکرولون
شروع کرد بر مردم بی‌بضاعت بنگلادش. پروگرامش بسیار زیاد موفق شد و به مو دلیل بود که جایزه نوبل گرفت و امی پروگرام دکتر یونس امروز در سرتاسر دنیا تطبیق میشه. البته تعداد زیادی از مردم بی‌بضاعت بنگلادش امروز خودکفا شدن به خاطر دکتر یونس. امروز بیننده عزیز، ما در برنامه یکی از هموطنهای بسیار بسیار متخصص، آگاه، فعال، دلسوز، میربان و همچنان یک بزنسمن بسیار موفق دارم به نام آقای قاسم ترین. آقای ترین که هم یک بزنس را تأسیس کردن به نام افغان بزنس نتورک. آقای ترین بسیار آرزو دارن که در افغانستان مردم بی‌بضاعت کمک شوند، مردم خودکفا شوند. آقای ترین توسط همین بزنس افغان بزنس نتورک میخواد که برای افغانای که آنترپرنور هستن، افغانای که علاقمندی به بزنس دارن، استعداد دارن، هوشیار دارن، بزنس پلان دارن، منتها پول ندارن، امروز آقای ترین در این برنامه کمک میکنن و یعنی قدم به قدم، استپ به استپ یاری میکنن، کمک میکنن امی اشخاص را که دوست دارن که برن در افغانستان و بزنس را داشته باشن. شما فکر کنین که اگر به می پروگرامی که آقای ترین یعنی میخواین که در افغانستان پیاده کنن، اگر این پروگرام از اینا موفق شود، شما فکر کنین که بازارها افغان که خودکفا شود، بازارها فامیل نجات پیدا میکنه از فقر، بازارها یعنی ما شما میفهمیم از مملکت هستیم که در مملکت ما امروز یعنی شاید 80-90% مردم افغانستان یک لقمه نان خشک ندارن، همین نان خشکی را که میگیم برای دسترخانشان یک لقمه نان نیست. و شما ببینید که امروز یک افغانی که در امریکا هستن و اینا بسیار زیاد موفق هستن، اما بازم قلبشان بر افغانستان میتپه و قلبشان به افغانستان است و میخوان بر افغانستان کمک کنن. و جوانایی که در سرتاسر دنیا هستین و برنامه امروز میبینین و اگر پول ندارین و ایدیای بزنس دارین و بزنس پلان دارین، این برنامه امروز برای شماست و آقای ترین چنانچه گفتم قدم به قدم به ایران شما را کمک میکنن که چطور قرضه بگیرین، چطور بزنس در افغانستان شروع کنین و چطور خودکفا شوین. بسیار زیاد خوشحال هستم که امروز آقای ترین در برنامه با خود دارم. آقای ترین بسیار زیاد خوش آمدین. تشکر بسیار زیاد. سجی جان، اولتر از همه از لطف و مهربانی شما و کارکنان محترم تلویزیون جهانی آریانا ما سپاسگزار هستم و تشکر میکنم که ما را به دعوت کردین و همچنان سلام های بی پایان خودم از قلبم برای تمام بیندای عزیزم، برای هموطنان نهایت عزیزم در سراسر دنیا که هستن، ما تقدیم میکنم و خدا کنه که ساعت کامل داشته باشم. آقای ترین، پیش از اینکه بریم صحبت کنیم راجع به این بزنس که شما تاسیس کردین، بنیان گذاشتین به نام افغان بزنس نتورک، چی گفتین که شما به صورت مختصر خود برای بیننده معرفی کنین، راجع به بک‌گراندتون بگوین، راجع به تخصصتون بگوین، راجع به فعالیت‌هایتون، کارتون، اگر امکان داشته باشه بفرمایید. سجان قاسم ترین، ما در سال 1958 یکی از فامیلای متوسط و مسلمان در دهقانان کابل به دنیا آمدیم که بعد از تحصیلات ما از ابتدایی شاد شمشیره و لیسه عبیبیه و بعد از او به ITU که International Telecommunication بود که امروز هم او را به نام مکتب مخابرات یاد میکنن ما تحصیل کردم و بعد از او یک مدت کوتاهی به شعبه تلکس و تلگراف وزارت مخابرات ما ایفای وظیفه کردم.